من به انتقادات هم اسلامگرایان سنتگرا و بنیادگرا، هم اسلامگرایان تجددگرا و هم پست مدرن ها، به این انتقادات به اندازه عقل قاصر خودم جواب گفتم. ولی البته آخرین جمله هم اینه که من هیچ وقتی شخصیت و منش خودم رو با یک نظریه گره نمیزنم که اگه شما بهش حمله کردید وقت فکر بکنم که حمله به من شده و بخوام به هر قیمتی ازش در واقع دفاع بکنم. اگه میخواستم که عرض کنم که مونده بودم در همون افکاری که در 17 سالگی و 18 سالگی و 20 سالگی داشتم، من برخلاف بعضی ها معتقدم باید خدا رو سپاس گفت، همیشه هستی رو باید سپاس گفت از اینکه ما تحول فکری پیدا میکنیم. حنات میکنید؟ باید سپاس گفت و بنابراین من تحول فکری پیدا کردم و بازم امکان داره تحول فکری پیدا بکنم. اینه که فکر نکنن دوستان که حمیت و غیرتی نسبت به این نظریه میبرزم. اگر روزی استدلال نشون داده بشه که این نظریه خطایی داره، من سریعا و صریحا ازش برمیگردم و باز نمیتونم از این مثال صرف نظر کنم که گفته بود که یکی از معلم فقه داشته بود تدریس میکرد تو حوزه، گفته بود یکی از نجاسات مسگرها هستن. همه گفتن آقا مسگرها چجور نجسن؟ طلاب به هم نگاه کردن که مسگرها هم نجسن. یه طلبه باهوشی در اومد گفته بود که استاد مسکر نیستی؟ گفته بود بله اینم یه قولیه، اینم گفتن. نه، صریعا و صریحا من از قول خودم، نه اینکه بگم اینم بله اینم یه قولیه، نه میگم نه، مسگری که میگفتم اشتباه خونده بودم، مسکر بوده که نجس بوده نه مسگر. به سرعت و صراحت. السلام عليكم.